با نام و یاد خداوند بخشنده و مهربان، عرض سلام و درود و وقت بخیر دارم خدمت همه شما عزیزان. امیدوارم هر جا هستین حالتون خوب باشه و خیلی ازتون ممنون و متشکرم که با نظرها و پیشنهادها و البته انتقادهای سازندتون سرخط رو همراهی میکنین. خب دوستان، بالاخره بعد از تقریبا 2 دهه اون اتفاقی که خیلی ها چشم دیدنش رو ندارن و نداشتن افتاد و وزیر خارجه عربستان سعودی وارد تهران شد. بریم با هم دیگه همین اول ویدیو یه بررسی داشته باشیم، ببینیم چه خبر بوده و چه صحبت‌های بین وزرای خارجه سعودی و ایران رد و بدل شده. خب اول از همه باید بگم که این نخستین سفر وزیر خارجه عربستان سعودی به تهران در 17 سال گذشته است و قراره وزیر خارجه با مقامات ایران از جمله رئیس جمهور هم دیدار داشته باشه که تو برنامه‌های آینده حتما بهش خواهیم پرداخت و به گفته رسانه‌ها بن فرهان حامل یه پیام بسیار ویژه واسه رهبری هم هست. فعلا که جزئیاتی از این پیام در دسترس نیست، به محض اطلاعات بیشتر شما رو هم در جریان می‌ذاریم. خب عرض کنم که امیر عبداللهیان و بن فرهان بعد از ظهر شنبه بعد از دیدار دو جانبه در نشست خبری مشترکی حضور یافتند. من خیلی خلاصه قسمت‌های مهم این دیدار رو براتون بازگو می‌کنم دوستان. امیر عبداللهیان در این دیدار گفت که سرمایه‌گذاری مشترک در دستور کار دو کشور هست. 100 روز از توافق ریاض تهران می‌گذرد. در این مدت توانستیم مقدمات بازگشایی کنسول‌ها را فراهم کنیم. از عربستان سعودی برای بازگشایی دفتر سیاسی تشکر می‌کنیم. پس از تایید توافقات وزرای خارجه در مسیر اجرا اقدامات لازم را انجام خواهیم داد. سرمایه‌گذاری مشترک در دستور کار دو کشور هست. در خصوص امنیت منطقه‌ای نیز مذاکرات صورت پذیرفت و مجدداً اعلام می‌کنیم امنیت منطقه صرفاً توسط بازیگران منطقه‌ای تأمین خواهد شد و امنیت صرفاً در حوزه نظامی نیست و تمام حوزه‌های اقتصادی و غیره نیز در خصوص امنیت واجد اهمیت هستند. در طرف مقابل هم ابتدا بن فرهان با ابراز خوشحالی از سفر به تهران از جانب ملک سلمان آقای رئیسی رو به عربستان دعوت کرد. وزیر خارجه عربستان گفت امیدواریم همونطور که شاهد بازگشایی سفارت و کنسولگری ایران در عربستان بودیم بتوانیم شاهد افزایش همکاری‌های دیپلماتیک و بازگشایی سفارت عربستان در ایران در آینده نزدیک باشیم. هر دو کشور در منطقه از اهمیت بالایی برخوردارند و روابط دو کشور بر اصول پایه‌ای از جمله احترام متقابل و عدم دخالت در امور داخلی و احترام به منشور سازمان ملل بنا شده است. امیدواریم این مسئله به صورت مثبتی بین دو کشور جریان یابد و منافع دو کشور را تأمین کند. جا دارد در این زمان به همکاری‌های دو کشور در خصوص گسترش امنیت منطقه‌ای و کاهش سلاح‌های کشتار جمعی اشاره کنم. بن فرهان در ادامه هم با اعلام آمادگی کامل عربستان سعودی برای خدمت رسانی به حجاج گفت: كما اتطلع الى لقاء فخامه الرئيس ابراهيم رئيسي لانقل لفخامته تحيات مقام سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز ال سعود وصاحب السمو الملكي الامير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ال سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه يحفظهم الله وتطلعهما الى تلبيه فخامته للدعوه الموجهه له لزياره المملكه قريبا باذن الله. همچنین من دیداری رو هم با جناب رئیس جمهور جناب آقای دکتر ابراهیم رئیسی خواهم داشت تا سلام‌های گرم خادم حرمین شریفین جناب ملک سلمان و همچنین جناب محمد بن سلمان رو خدمت ایشان ابلاغ بکنم و همچنین اعلام بکنم که هر دوی این بزرگواران در واقع مایل هستن که جناب رئیس جمهور دعوتی که برای ایشان شده برای سفر به عربستان رو به زودی پاسخ بدن. خب دوستان، این بود تمام نکات مهم این دیدار. اما اگه فکر میکنین همه چیز به همینجا ختم میشه، باید بگم که سخت در اشتباهین. این تازه آغاز ماجراست و در روزهای آینده بسیار بیشتر و مفصلتر در این راستا صحبت خواهیم کرد. ضمن اینکه این دست اخبار همونطور که میدونین فشار رو واسه اون جماعت زیاد میکنه. اجازه بدین به وقتش در این راستا صحبت کنیم. همزمان با این موارد خبر رسیده که رئیس جمهور ازبکستان هم تو راه تهرانه. شوکت میرزیایوف رئیس جمهور ازبکستان به دعوت رسمی رئیس جمهور در رأس هیئتی عالی رتبه از مقامات سیاسی و اقتصادی این کشور در راه تهران است. دیدار خصوصی با رئیس جمهور، نشست مذاکرات هیئت‌های عالی رتبه و امضای اسناد همکاری از جمله برنامه‌های این سفر هست. ای بابا، میگم این آقای رئیسی 6 کلاسه با دور و بریاش انقدر تو میدون و دیپلماسی دستاوردسازی کرد که دست برتر از آن ایران شد. این از اوضاع رفت آمد وزرای خارجه و رئیس جمهورها به ایران و بالعکس. قابل توجه اونایی که کل دوران ریاست جمهوری تو اتاق بودن و درم رو خودشون قفل کرده بودن که مبادا آفتاب سر و صورتشون رو اذیت نکنه. جایی هم که میرفتن با کلی خدم و حشم
دیدیم دیگه، نیازی به توضیح من نیست. چیزی که میخوام بگم اینه که واقعا چی بودیم چی شدیم. تازه حالا آمریکایی که گزینه‌های روی میزش جز حمله نظامی و تهدید و تحریم نبود، تنها راه باقی مانده در قبال ایران رو دیپلماسی میدونه. غنی‌سازی 60% رو هم پذیرفته و میلیاردها دلار دارایی ایران هم کم کم داره آزاد میشه. راستی اینم بگم که شبکه سعودی العربی از تشکیل کمیته ایرانی مصری برای احیای روابط خبر داده. احیای روابط ایران و مصر در صورت نهایی شدن یکی از سنگین‌ترین شکست‌های اسرائیل و آمریکا به شمار میره. از بهترین اقدامات دولت رئیسی احیای روابط با ممالک عربی و اسلامی که اثرات مثبت بسیار زیادی داره. حالا بریم در همین راستا یک کلیپ هم ببینیم. ایران، چین، نابود کنندگان سلطه دلار. سال 1395 بود که مقام معظم رهبری در سخنان خود ایده شکستن آقایی دلار را مطرح فرمودند. اگر مسئولان و مردم بتوانند اقتصاد مقاومتی را به معنای واقعی محقق و کشور را از جادوی مالی و پولی دشمن خلاص کنند و ارزش و آقایی دلار را در زندگی اقتصادی بشکنند، کشورهای دیگر را نیز نجات داده‌اند و برای آنها الگو خواهند شد. و حال می‌بینیم این ایده رهایی بخش الگوی عملی و اقتصادی کشورهای منطقه شده و در این بین ایران و چین به عنوان رهبران این حرکت موفق به همراه کردن سایر کشورهای منطقه شده اند. در ابتدای این راه قرارداد 25 ساله ایران و چین بود که ایده حذف دلار را تثبیت و قابل اجرا نشان داد و سبب همراهی دیگر کشورهای منطقه شد. سال گذشته نیز رئیس جمهور چین در سفری به عربستان پیشنهاد داد تا تجارت انرژی میان چین و سایر کشورهای شورای همکاری خلیج فارس به یوان انجام و چین هم ثبات ارزش ارز خود را متعهد شده و در کنار این مسئله بحث خرید حامل‌های انرژی از این کشورها را نیز افزایش دهد که عربستان به عنوان بزرگترین تولید کننده نفت با این تصمیم همراه شد. چین ضمن افزایش تبادلات اقتصادی خود با یوان در سالهای اخیر اقدام به خرید مقادیر زیادی از طلا کرد تا پشتوانه ارز خود را قابل اتکا نشان دهد، برخلاف دلار که در همیشه بدون پشتوانه به چاپ رسیده است. جنگ اوکراین و تحریم همه جانبه روسیه از سمت آمریکا که باعث شد نیمی از ذخایر ارزی خارجی روسیه مسدود و دسترسی بین المللی بانکهایش قطع شود، زنگ هشداری برای دیگر کشورها بود که تخم مرغ‌های خود را از یک سبد یعنی دلار که سلاح نوین آمریکا شده خارج کنند. به خصوص چین که در تنش با تایوان به سر می برد، عاقبت روسیه را نصب العین قرار داد تا دلار را از تبادلات خود به طور کامل حذف کند. چین با الگو قرار دادن ایده مقام معظم رهبری و با کمک ایران توانسته دیگر کشورها را نیز به حذف دلار ترغیب کند و حال یوان با سرعت زیادی در حال بین المللی شدن بوده و در ماه گذشته برای نخستین بار از دلار پیشی گرفته و پرمصرف‌ترین ارز برای تراکنش های بین المللی شناخته شده است. بر اساس گزارش صندوق بین المللی پول در پایان سال 2022 سهم دلار در ذخایر ارزی جهانی به 58.36% کاهش یافت که این رقم پایین ترین سطح در 27 سال گذشته بوده که خبر از سقوط قریب الوقوع دلار می دهد. تمام این موارد در حالیه دوستان که جدیداً تقریباً همه که میگم منظورم دوست و دشمنه، رو آوردن به اعتراف در مورد اقتدار و قدرت ایران در همه زمینه‌ها، از قدرت نظامی بگیر تا میدان دیپلماسی. چقدر این میزان فروش قابل توجه نفت ایران، میدونم که حالا به اون اوجش بالای 2 میلیون بشکه در روز نرسیده، ولی همین 1.5 میلیون بشکه در روز هم قابل توجه است. چقدر نشان دهنده این هستش که تحریم‌های دست کم نفتی آمریکا آنقدر که باید و شاید جواب نداده. قطعا نشان دهنده این هستش که تحریم‌ها به طور کامل و جامع یا جواب نداده یا اعمال نشده و این اعمال نشدن در یک بخشی از اون قابلیت اعمال شدن نداشته، یعنی مکانیزم انفورسمنت یا مطمئن شدن از اجرای اون تا یه جایی کار میکنه. خب همونطور که متوجه شدین مجری
تراز اینتر آشغال و البته کارشناس 100 پوندیش هر دو با هم شروع کردن به اعتراف در مورد بی اثر شدن تحریم ها و قدرت گرفتن ایران. حالا ادامه شو داشته باشین، این شدت اعترافات بیشتر هم میشه. اما به نظر میاد که حداقل بین 6 تا 12 ماه گذشته یک مقدار این وضعیت حتی شلتر شده. به قولی امریکا یک چشم خودش رو بر روی این نفت هایی که از ایران صادر میشه، به خصوص نفت خام، حالا قبل از اون فراورده ها کار سختری بود و همچنان به بازار می رسید، اما نفت خام ایران واقعا شاید بیش از 2 برابر و حتی بیش از 4 برابر کمترین میزانی که تحت به اصطلاح مدیریت، حالا یا بگیم ریاست جمهوری ترامپ در سال 2020 بود رسیده و 6 ماهه که بالا 1 میلیون بشکه و همونطور که گفتید در ماهای گذشته به 1.2, 1.3, 1.4 و حالا بعضی ها تخمین می زنن 1.5 میلیون بشکه در روز هم رسیده و این فاصله زیادی با بالای 2 میلیون یا 2.2 میلیون بشکه که سقف صادرات ایران بوده نداره. به نظر هم همه چی واضح بود، اما دوستان از اتاق فرمان اشاره میکنن که طالبان هم توجیه شده. وزیر کشور در این راستا ساعتی پیش اعلام کرده که مرزبانان ما در مرز سیستان و بلوچستان با افغانستان خیلی قدرتمند، در انجام وظیفه خود مصمم و قاطع هستند، اما طبیعتاً مرزها به خصوص در شرایطی که طرف مقابل یک سیستم امنیتی قوی ندارد دچار مشکلاتی میشود که از قبل هم وجود داشته است. طالبان توجیه شده و مرزهای ما آرام و رفت و آمدها برقراره. ما به حاکمان افغانستان تذکر دادیم که بیشتر باید افراد خود را توجیه و مراقبت کنند. این در حالیه که خبرهایی هم از موافقت طالبان برای بازدید کارشناسان ایرانی از سد کجکی منتشر شده. نماینده ویژه رئیس جمهور در افغانستان میگه که امروز حکمرانان افغانستان خود را ملزم به انجام مفاد و پایبندی به تعهدات میدانند و از این منظر حقوقی مشکلی وجود ندارند و کارشناسان ایرانی به زودی از سد کجکی بازدید خواهند کرد. این خبر باشه واسه اونایی که میگفتن عرضه ندارین با طالبان برخورد کنین. اگه این اسمش برخورد نیست پس چیه؟ اما این ویدیو رو با یه گزارش از شبکه 12 رژیم صهیونیستی به پایان میرسونیم. گزارشی از اقتدار ایران و بیرون پرت شدن اسرائیل از معادلات منطقه و گفتگوها در مورد برنامه هسته‌ای ایران. ایالات متحده اسرائیل رو از آنچه در توافقات میگذرد مطلع نکرده، با این حال اسرائیل تلاش میکنه یه تأثیری بذاره. بله کاملا درست، اسرائیل هیچ اطلاعاتی از آمریکایی‌ها درباره جزئیاتی که امروز منتشر شده دریافت نکرده است. اما راهش را پیدا کرده تا بفهمد در آن اتاق چه خبر بوده است. ضمناً تمام آنچه که منتشر شده صحت ندارد. اسرائیل هنوز تلاش می‌کند هر جا که می‌تواند اثر بگذارد. مثلا وزیر امنیت گالانت همین حالا با همتای آمریکایی‌اش آستین دیدار دارد و با او درباره یک بند بسیار مهم از نظر اسرائیل صحبت می‌کند که تا الان در تفاهمات ذکر نشده است. و این مسئله ادامه تولید موشک‌های بالستیک و پهپادهای انتحاری و مهاجم است. این چیزی است که اسرائیل را بسیار آزار می‌دهد و تمایل دارد آن را در توافق ببیند. توجه کنید که امروز نشریه بریتانیای جویش کرونیکل خبری اعلام کرده که ظاهراً کسی که نگران بوده اطلاعاتی به آنها داده است، که جمعی از دانشمندان بریتانیایی به دانشمندان ایرانی کمک کردند تا تحریم تسلیحاتی را دور بزنند و به آنها کمک کردند توانمندی پهپادهای تهاجمی را به صورت حملات دست جمعی توسعه بدهند. وقتی یک پهپاد به خاک ما نفوذ میکنه فرق میکنه با اینکه 50 پهپاد یا بیشتر یک بار حمله کنند. این یه چیز دیگه است که میتونه کار را برای سامانه‌های پدافند هوایی اسرائیل دشوار کنه. بنابراین اسرائیل در مقابل بریتانیا هم عمل میکند تا جلوی این رو بگیره. این جنگ دنیا را در بر میگیرد. اثرگذاری ما محدود است. با این حال اسرائیل تلاش بسیاری میکند تا موفقیتی به دست بیاورد. خیلی ممنون و متشکرم دوستان عزیز که تا انتها با ما همراه بودین. لطفاً لایک و سابسکرایب ها رو فراموش نکنین و سعی کنین این ویدیو رو واسه دوستاتون هم بفرستینش تا یه ویدیوی دیگه در پناه حق باشین.